سابق قهرمانی UFC کنور مگرگر میخواهد که بار از موری آمریکایی دیگو سانچز نیروز موی نماید. ایرلندی در صفحه تویترش نویسه است که کنور مگرگر بر مقابل دیگو سانچز. دیگو سانچز این حال قهرمانی UFC فایت نای 167 به شمار میرود. کنور رقابت آخری خش رو موی انوری سال 2020 بر مقابل دونالد سرونه برگزار نمود که رقیب رو در 40 ثانیه به نکاوت فرستاد. شب 16 فوریه در آمریکا سابقه UFC فایت نایت 167 برگزار شد. رقابت اساسی این شب محاربه یانگ بلاخینوویچ و کوری اندرسون به شمار می رفت. رقابت الکای در دور اول انجام یافت. بلاخوویچ با یک مشت سنگین رقیبش رو به نکاوت روان کرد. در او پس از انجام رقابت رزموری پولشگی کنار آمده با شوی UFC در وزن میانه جان جونز لخمه پرتافت. او با قهرمان گفت که رقابت نوبتی باید با او باشد. سابق فوتبال بازی داستانی باشگاه بارسلونا لوئیس سوارس میرامونتس ناراضگی خود را دایر با بازی نیلو نوری ها در این موسم بیان نمود. این داستان نه کار میکند نه فکر. او دل ندارد، حرکت ندارد. او با غیر از یک بازینگر دیگر چیزی ندارد که آن هم مسی میباشد. باید بگویم که برای این من خیلی تاسف میخورم. این دسته امسال یگان جایزه به دست نمیارد. من تاسف میخورم اگر بازی دسته همین طور دوام کردن گیرد و چیزی تغییر نیابد، دسته موفق نخواهد شد، گفته سوارز در پخش مستقیم تلویزیونی کاروسل دپارتیو. منچستر سیتی شاید جایزه قهرمانی موسم 2013-2014 را برای ویران نمودن قاعده های مالیوی فر پلی از دست دهد. یادآور میشم که قبلا یوفا شهریو را از حق شرکت در مسابقات اروپایی از قبیل لیگ چمپیون ها و لیگ اروپا در دو سال آینده محروم نمود و اینچنین در حجم 30 میلیون یورو جریمه بست. طبق اطلاع سرچشمه ها پرزیدنت پریمیر لیگ انگلیا شاید امسی را با دیویزیون سیوم انگلیا روان نموده جایزه قهرمانی موسم 2013-2014 را از دستشان گیرد. عین زمان حال امسی خیلی بد است و در صورت عملی شدن این کار جهانی فوتبال یک دسته بزرگش رو از دست خواهد داد. سابق قهرمان جهان در 5 کاتگوری وزنی فلود میوزر میگوید آماده است در یک روز با چمپیون UFC حبیب نورموگامدوف و سابق قهرمان این تشکیلات کنور مگرگور نروزمایی نماید. من علکه گفته بودم که در یک روز با حبیب و کنور رقابت میکنم. سهر با حبیب و بگاه با کنور شما 250 میلیون یورو پرداخت نموده رقابت ها رو تماشا کنید، میگوید میوزر. دسته ملی فوتزال تاجیکستان در ریتینگ نشر شده نوی فدراسیون بین المللی فوتزال مقام 61 را کسب کرده است. از این پیشتر تیم یکچین ما در جای 62 قرار داشت. یادآور میشویم که در ماه فوریه دسته یکچین ما 6 بازی انجام داده، در 3 تاش بر مالایزی، عربستان سعودی و کوایت دست بالا شد. در مقام اول این فهرست تیم برزیلیا قرار دارد. با قطار 10 گونه بهترین ها اسپانیا، ارجنتینا، روسیه، پرتغالیا، ایران، قزاقستان، ایتالیا، پاراگوای، خرواتیا نیز جای گرفتند. باشگاه مقتدر فوتبالی اروپا با نظرداشت حالت با وجود آمده منچستر سیتی تصمیم دارند ستاره های اساسی این تیم را به هیئت خود جلب کنند. طبق نوشته زتایمز توجه اساسی بردسته های فوتبال اروپا به محافظتگر کوین دبرونه، حملاور سرخیو اگویرو، وینگر رحیم سترلینگ و لروی سانه روانه شده است. یادآور میشویم که با قرار یوفا 14 فوریه سال 2020 منچستر سیتی در دوام موسم های 2020-2021 و 2021-2022 امکان اشتراک در مسابقه های تحت وصایت این نهاد برگزار میشده را از دست داد. ماریو بالاتلی حملاور دسته برشیا ایتالیا برای تهدید از بالای یک دختر نابالغ به مقامات حفظ حقوق مراجعه کرده است. نشریه ژورنال دی ویسینزا اطلاع می‌دهد که فوتبال بازی ایتالیایی با یک دختر از شهر ونیسیا که سن سالش به 18 نرسیده است مناسبت محرمانه داشته است. بعد چند مدت این دختر اقرار می‌شود که آن زمان او 16 یا 17 سال داشت و از این فرصت استفاده برده از فوتبال باز برای پنهان نگاه داشتن این سر 100 هزار یورو طلب می‌نماید. این خبر رو حقوق شناس این دختر میان نمایندگان وسایط اخباری اوماپا می‌کند، اما بالاتل این عملکرد را رد کرد و به مقامات حفظ حقوق مراجعه نمود. اکنون این دختر رو مرافعه سودی انتظار است.